درود بر هم میهنان عزیز و با شرافتم در جای جای این کره خاکی به اولین برنامه خبری امروز از کانال آوای ایران خوش آمدید در دقایق پیش رو و در این بسته خبری با دو عنوان خبری فوری و بسیار مهم در خدمت شما هستیم اعلام آماده باش سراسری در 52 نقطه کشور خطوط نفت و گاز نظام در تیررس سربازان گمنام لورفتن نقشه جمهوری اسلامی برای فرار از طبعات اقدامات حوثی ها اما قبل از مشروع این خبرها ویدیویی ببینید از اوج وقاحت یک مجری ارزشی شب گذشته محمد تادی مجری برنامه نوسان که از شبکه دو سیما پخش می شود در اظهارات توهینآمیز خطاب به معترضین اعتراضات 1401 گفته است ما 45 سالگی انقلاب اسلامی را که جشن گرفتیم صدومین و دیویستومین آن را هم جشن می گیریم و مور و ملخ در قبر به حساب شما میرسند همتون چهل و پنجمین سالگرد پیروزی بزرگ انقلاب اسلامی به کوری چشم همه اونایی که ما پارسال میگفتن نمیشه ما پارسال از سبز پیت سرخ داشتیم دیگه یعنی همین موقع ما برنامه سبز پیت سرخ داشتیم آقا برف رو نمیبینن و نمیدونم دیگه 22 بهمن امسال چه خبره به کوری چشمتون اون آدمایی که اینا میگفتن ما که چرا پنجمی جشن گرفتیم برف هم که دیدیم اتفاقا خوبم اومد حالا بعد بیشتر ان شاءالله بیاد بیشترم برف ببینیم ما صدومی و دیویسومی هم میگیریم و شما مور و ملخ دارن در قبل خلاصه به حسابتون میرسن و پاسخ جنایاتی که توی این مدت انجام دادین و در پیشگاه خداوند میدید جواب این مجری ارزشی چیست؟ در بخش کامنت های این ویدیو پاسخ این صحبت های وقیهانه را کامنت کنید همچنین از شما خواهش میکنیم با لایک کردن این ویدیو از رسانه مردمی آوای ایران که رسالتی به جز خبررسانی دقیق و بدون سانسور به شما عزیزان رو نداره حمایت کنید. اعلام آماده باش سراسری در دو نقطه کشور خطوط نفت و گاز نظام در تیررس سربازان گمنام صبح امروز منابعی در داخل ایران تایید کردند که سازمان اطلاعات سپاه یعنی ساس در هشداری بی سابقه سطح امنیتی مقرها و پایگاه های نظامی حکومت را به حالت آماده باش جنگی رسانده است. از سوی دیگر شهروندان در مناطق مرکزی پایتخت از اختلال گسترده اینترنت خبر میدهند. و ساکنین مناطق شش و نزدیک به بیت رهبری از قطع کامل خطوط ارتباطی در آن منطقه گزارش دادند. یک منبع آگاه در این رابطه گفته که پس از موج جدید حملات هدفمند داخل خاک ایران سپاه پاسداران در حال نصب یک سامانه پدافندی بسیار قوی در اطراف بیت رهبر نظام می باشد و به دلیل حساس بودن نصب این سامانه تمام سیگنال های مخابراتی تا شعاع 10 کیلومتری بیت قطع و از دسترس خارج شده است گفته شده این سامانه در روزهای گذشته توسط دو هواپیمای باربری روسی که پیشتر در بسته های خبری روزهای گذشته به استحصار شما رساندیم به ایران انتقال داده شده است در هفته گذشته گزارشاتی از هشدار امنیتی کاخ کرملین به سران نظام منتشر شده بود که در آن احتمال رخ داده یک عملیات گسترده در داخل خاک ایران بسیار قوی و محتمل دانسته شده بود از سوی دیگر رسانه های ایران از وقوع انفجار خرابکارانه در خطوط لوله سراسری گاز کشور در نخستین ساعت بامداد با روز چهارشنبه 25 بهمن در دوستان چهار محال بختیاری و فارس خبر دادند و اکنون کوه مادر دختر گندمان نمچی شده کل شهر یه روشن شد از تو کوه این یه فضای عجیب نیروهای امدادی آتششانی، نشانی هلال احمر اورژانس در محل حضور دارد انشالله حریق از نوع گاز قابل اشتعال هست و در حال بررسی و انشالله اطفاع در همین رابطه مدیر مرکز راهبری شبکه گاز کشور با تایید خرابکارانه بودن این انفجارها گفته که در اثر این انفجار به کسی آسیب نرسیده است و تنها انتقال گاز به برخی مناطق متوقف شده است. خبرگزاری ایسنا در گزارشی از نخستین انفجار رخ داده نوشت انفجار در خط لوله سراسری گاز در محدوده گردنه حلوایی شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری باعث رعب و وحشت مردم شهرهای بروجن، بلداجی و گندمان شد. به گونه‌ای که مردم خانه های خود را ترک کرده و به خیابان ها آمدند. صدا و سیما نیز اعلام کرد یک انفجار دیگر در حوالی صفا شهر مرکز شهرستان خرمبید در استان فارس رخ داد که خارج از محدوده شهری بود و تلفات جانی نداشته است نزدیک به ساعت های دو بود که ما دیدیم کل منطقه ما روشن شد نگاه می‌کنیم می‌بینیم 45 کیلومتر اون ورتری آتش سوزی شده مثل که میگن لوله گاز اصلی کشور ترکیده ما توی منطقه سرچان هستیم امیدواریم که برای مردم اتفاق نیفته واقعا من حس کردم گفتم شد حمله اتمی شده نگران نباشید بالاخره معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی و استانداری فارس در این رابطه گفته که این انفجار یک اقدام خرابکارانه بود است مدیر مرکز راهبری گاز کشور در مورد انفجار خطوط لوله اصلی گاز کشور گفته است که این اقدامات تروریستی و خرابکارانه در ساعت یک بامداد در چند نقطه از خط لوله اصلی کشور رخ داد. سعید عقلی تاکید کرده که بخشی از روستاهای استان اصفهان دوچار قطعی گاز هستند و در حال حاضر سوخت مایع و LPG برای این مناطق در نظر گرفته شده است. حدود ساعت یک بامداد امروز بر اساس اقدامات خرابکارانه انفجاری در چند نقطه خلوله گاز از سراسری کشور اتفاق افتاد که ما خوشبختانه در اصلا این انفجارها به کسی آسیب نرسیده و همکاران ما در تمامی سطوح و با همکاری تمامی عواملی که داشتیم مدیریت موضوع رو انجام دادیم و تعمیر خط لوله و بازگرداندن خط لوله مدار سرویس در برنامه قرار گرفته با اقدامات انجام شده تو کنترل مدیریت مصرف در حال حاضر در تعمیر گاز شهرها و روستاها مشکل خاصی وجود نداره به مردم نگرانی نداشته باشند مشکلات محدودی به وجود آمده در بخش از روستاهای نزدیک به محلهای این اقدامات خراب در اسرع وقت تلاش میکنیم و برطرف کنیم که بتونن از گاز استفاده کنند و در این وضعیت مناسب قرار بگیرن در پی این انفجارها انتقال گاز در ایران مختل شده و گاز ادارات برخی استانها از جمله زنجان قطع و گاز مصرفی صنایع محدود شد در همین رابطه روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان اعلام کرد که انتظار داریم خانواده ها با کاهش مصرف خود در تامین گاز در سراسر سر کشور این شرکت را همراهی کنند ساعتی پس از وقوع انفجار خرابکارانه در خط لوله سراسری گاز کشور، گاز ادارات و صنایع در استانهای لورستان، خراسان، البرز، فارس و چهار محال و بختیاری نیز قطع شد. خبرگزاری صدا و سیما همچنین اعلام کرد که پیرو به تصمیم ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران، گاز صنایع و ادارات استان خراسان شمالی قطع شد. ستاد مدیریت بحران لورستان نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در پی انفجار شب گذشته در خطوط انتقال گاز، گاز تمامی ادارات، دستگاه های اجرایی و صنایع تا اطلاع بعدی قطع خواهد بود. بنابر اعلام رسانه ها، گاز در بخشهایی از استانهای فارس، چهار محال و بختیاری به واسطی قرار گرفتن در کانون انفجارها قطع است. شرکت گاز البرز نیز اعلام کرد که گاز بخشی از صنایع در شهرک های صنعتی البرز به منظور مدیریت بحران پس از انفجار خط اصلی گاز در بروجن قطع شده است. اقدام خرابکارانه در خطوط انتقال انرژی در ایران یکی از موارد نادر است که آخرین اقدام مشابه به فروردین سال 1390 و خرابکاری در خط لوله انتقال در میان شهرهای قم و سلفچکان باز می‌گردد انفجار در خطوط لوله انتقال گاز در عملیات خرابکارانه و یونگر پذیری تأسیسات استراتژیک جمهوری اسلامی است هرچند که سالانه رقمهای هنگفتی به اسم حفاظت از آنها از بودجه کشور خرج می‌شود خط گازی که منفجر شد شریان اصلی انتقال گاز طبیعی از پالایشگاه های خلیج فارس به سمت شهرهای بزرگ از جمله تهران، اصفهان و مشهد است. به نظر می دستد جمهوری اسلامی در آخرین روزهای زمستان با مشکلات امنیتی بسیار زیادی دست و پنجه نرم خواهد کرد و سران نظام که به خوبی از میزان و حجم اتفاقات پیش رو مطلع هستند بیش از پیش ترسیده و حراسان هستند. لو رفتن نقشه جمهوری اسلامی برای فرار از طبعات اقدامات حوثی ها فرماندهی مرکزی ایالات متحده انتقام در بیانیه‌ای که سه‌شنبه 13 فوریه برابر با 24 بهمن ماه در واکنش به حمله موشکی حوثی ها به کشتی فلبر یونانی در بابل مندب منتشر شد تایید کرد که این کشتی به مقصد ایران در حرکت بود خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امنیتی منطقه از این احتمال خبر داد که حمله به کشتی آزم ایران آمدانه و از پیشتر راه شده بود آن هم با این هدف که حسیها ها نشان دهند مستقل و بدون دخالت جمهوری اسلامی اقدام می کنند سنت در بیانیه خود اعلام کرده که حسیها ها با دو موشک بالستیک به کشتی استار آیرس حامل ذرت که از مبدع برزیل به مقصد ایران در حرکت بود شلیک کردند مقامات آمریکایی میگویند حملات آسی وابسته به جمهوری اسلامی علیه کشری تجاری به طور جدی اقتصاد جهانی و منابع غذایی جهان را تهدید می کند و اکنون مستقیما حتی تأمین غذای خود ایران نیز مورد تهدید قرار گرفته است. در بیانیه سنت کام آمده اقدام اخیر نشان می دهد رژیم ایران از تروریسم و رفتارهای بی ثبات کننده گروه های مانند ها به قیمت تاوان همه مردم منطقه از جمله مردم خود ایران حمایت می کند. کشتی استار آیرس متعلق به شرکت کشتیرانی استار بولک کاریرز یک شرکت کشتیرانی جهانی مستقر در یونان است که تعدادی از مالکان آن آمریکایی هستند. بنابر گزارش ها مالک و اپراتور این کشتی به طور منظم محموله را بین ایران و سایر نقاط جابجا جا, به جا می کردند. گروه مالک این کشتی در شاخص بورس آمریکا قرار دارد. این موضوع که چطور یک شرکت با مالکان آمریکایی همچنان با طرف ایرانی معامله می کند پرسشی است که مقامات واشنگتن به آن پاسخ دادند در همین ارتباط رویترز به نقل از مقامات دولتی ایالات متحده می نویسد به طور کلی بدون صحبت در مورد هیچ معامله خاصی آمریکا سیاستی دیرینه دارد مبنی بر اینکه تحریم های ما نمی بایست مانع از رسیدن غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای کشاورزی به مردم در همه شود صرف نظر از اینکه دولت های آن کشورها چقدر مورد مناقشه باشند ذرت در این دست از کالاها قرار می گیرد در این مورد خاص به نظر میرسد فعالیت های بی کننده ایران امنیت غذایی مردم ایران را نیز به خطر انداخته است یکی از تحلیلگران شرکت کالای کپلر به رویترز گفت دلیل اینکه این کشتی برخلاف سایر فلبرها مسیر خود را از دریای سرخ تغییر نداد شاید همین نکته بود که گمان میرفت با توجه به اینکه مقصد آن خودی تلقی می شود پس واهمه ای از حملات حوسی مورد حمایت ایران نداشته است همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه خبری از آوای ایران رسیدیم. تیم خبری ما با تحلیل های بروز و دقیق سعی در آگاه سازی و حل کردن مسائل پشت پرده اخبار روز برای شما همراهان عزیز رو داره. با لایک کردن این ویدیو و همچنین نوشتن دیدگاه خودتون در ارتباط با این اخبار یاری رسانه تیم خبری آوای ایران باشید. اما قبل از خداحافظی از شما عزیزان همراه خواهش میکنیم پاسخ مجری ارزشی صدا و سیما رو در بخش کامنت ها حتما بنویسید. روز روزگار بر وفق مرادتون پاینده ایران.